آیشه خوابید. خوب شد خوابید. بفرمایی. زحمت دادیم این وقتش. ایوا این دیگه چه حرفیه خواهر، به خدا خیلی خوشحال شدیم. پس قندون کو دخترم؟ الان میارم. تو بشین من میارم. تو آشپزخونه هستی که صدف جون؟ نه آره. خدا به خیر کنه، این انگار یه طوری شده. زبونتو نگه دار. من که بهت گفته بودم درست میشه، دیدی؟ دیگه بیادبی نمی کنه. مامان زشته. وای پیش اینام که نمیشه حرف زد. ببخشید چند تا؟ یه دونه. مامان جون من نمیخوام. هنوز یاد نگرفتی مامان بدون قند میخورن؟ یادم رفت. خیر باشه ایشالله. حتما سرایدار اومده آشغالا رو ببره. خوبی آپارتمان همینه دیگه، ما سر شب خودمون میبریم. یعنی البته من این کارو میکنم. خب تو هم گناه داری دیگه عزیزم، این چه کاریه؟ خب مام که از اول نداشتیم، کارا همینطوری مونده بود. از بیرون یکی آوردیم، مثلا همین دیروز من خودم پله ها رو تمیز کردم. اما تو آپارتمان بزرگ اینجور مشکلات نیست. صبح که بیدار میشی نون و روزنامه جلوی دره. وقتی یه چیزی لازم داشته باشی به سرایدار میگی، سه سوت برات میاره. آپارتمان یکی از دوستام همینطوریه. وای اگه ببینی آپارتمانشون فوق‌العاده است. آسانسور، استخر 24 ساعته، واحدش هم خیلی خوشگله، حمومشون هم وان داره، همه چی آماده و عالی. چقدر خوب؟ آره خیلی خوبه. به خوشی استفاده کنم. شب بخیر، چه خبره؟ کجا داری میری تنهایی؟ میگم ما در خدمتیم خانومی. بریم کنار. بیا با هم بریم. لطفا بچه هم میترسه. چی رو درزیدی امو جون؟ مگه لولو دیدی؟ بریم کنار بگه نه براتون بد تموم میشه. بایسته ببینه کجا داری میری حالا؟ زنگ میزنم به پلیس. کمک، پلیس، پلیس. چه خبر اینجا؟ چی شده؟ آها اومده، تو پلیسی داداش. آقا سیبیل داری؟ خوزاهم خارم نشین، خجالت نمی کشین؟ مثلا مزاهم بشین؟ منو ببین. چی میشه؟ شما اصلا حالتون خوب نیست، منم تو درد سر نندازین. شما بفرمایید. بیا عزیزم. شما برین دنبال کارتون بی شرفا. به خاطر شما بی آبروهای زن نباید بیاد تو خیابون؟ قباحت داره به خدا. یه درف نزه برو بکنه. پر روی نکن. گریه نکن، چیزی نیست، تموم شد. میخوایم براتون یه لیوان آب بیارم؟ نیازی نیست. بچه ترسید دیگه، گذشت. مرسی، خیلی ازتون ممنونم. بریم عزیزم. چیزه، راهتون دوره؟ یه تاکسی براتون بگیرم؟ نه همین نزدیکیه، میریم. میریم خونه مام بزرگم. منم همون طرف میرم، اگه میخواین میتونیم با هم بریم. زحمتتون میشه، اما میشه تا یه مسیری همراهمون بیاین؟ خواهش میکنم، بریم. بریم دختر. استانبول خیلی عجیب شده به خدا، تا مجبور نشدی نباید شب تنها بیای بیرون. اگه بابا بیرونمون نمیکرد نمیومدیم مگه نه مامان؟ آره از... آی صدف اینو از کجا آوردی دیگه؟ تمومم نمیشه. مثل مریضی میمونه، نه آدم وقتی شروع میکنه دیگه تموم نمیکنه. همینطوره. شما هم زیاد نخورین دخترا، واسه پوستتون بده. ما میدونیم اما دست خودمون نیست. یعنی شماها اراده ندارین؟ خیلی خوب بابا. خیلی ممنون، مال من داشت تموم میشد. آب چی فکره؟ مالی که تموم شده. بیا بگی. نه ممنون، من نمیخوام. من میخوام. آه شوکت داره زنگ میزنه. الو عزیزم، خونه یه نایر خانمی نیم. آره دیگه منم همراهشون اومدم. خب شما چی، بهتون خوش میگذره؟ آه اومدی خونه؟ چی شده عزیزم؟ باشه الان میام. خب دیگه بچه ها باباتون اومده، بریم دیگه.
نه شما اگه میخواین بمونین، اون هنوز نیومده. بابام نیومده؟ شوکتو گذاشته و رفته، اونم تنها برگشته. واسه چی؟ نمیدونم، نپرسیدم. ای خدا، یعنی کجا رفته این مرد؟ اونم نمیدونم، وقتی اومد ازش بپرسین. گفتم درست میشه، صبوری کردم، به خاطر بچه کوتاه اومدم، اما نشد. واقعا که خیلی ناراحت شدم. آخرش هم منو انداخت بیرون. دخترتون گفت میرین خونه مادر بزرگش. شانسم امتحان میکنم. متوجه نشدم. بدون اجازه بابام ازدواج کردم. با هم صحبت نمیکنه، اجازه نمیده که مامانمو ببینم. الانم نمیدونم قبولم میکنه یا نه. ای خدا، واقعا ناراحت شدم. دیگه رسیدیم. خیلی ازتون ممنونم. کاری نکردم دختر. شبتون بخیر. شب بخیر. منم بابا. نجلا، بابا برو تو. ای کاش به بابام نمیگفتم. ای کاش. پس با این وضع منم باید کلی افسوس بخورم شوکت. کی یاد میگیری که حرفتو پیش ببری؟ شب بخیر. شب شما هم بخیر بابا جون. کجا بودی علی رضا خان؟ مردم از نگرانی. نپرس، خیریه. وای، امشب یه چیزایی دیدم، یه چیزایی شنیدم که دلم شکست. خیلی اذیت شدم. شب بدی بود عزیزم. بچه‌م که واسه این ناراحت کردن تو نگفته. بچه؟ شاکت به فکر راحتی همه ماست. آها، پس باز دست به یکی کردین. والا به خدا که منطقیه، وقتی اینجوری راحت میشیم بده بره. نمیدم، همین که گفتم. اما شوکت میگه که اگه بکنم. شوکت نمیگه، فرخنده میگه. شما فقط به دهن اون نگاه کنین. این خانم اگه میخواد تو آپارتمان بشینه بره بشینه، یه آجرم از خونه من جا به جا نمیشه. خب چی میشه اگه مام راحت توی واحد آپارتمانی بشینیم؟ مگه خونمون چشه خیریه؟ تو به من بگو، سرایدار داره یا نگهبان؟ چقدر لوکس و راحته؟ بچه ها نمیخوان یه اتاق شیک داشته باشن. من نمیخوام، تو نمیخوای پول تو بانک داشته باشی، سر هر ماه اجاره ها تو بگیری. نمیخوای علیرضا خان. چقدر ساده گرفتی، سری خیال بافی میکنی. این خونه منه، یادگار پدر و مادرم، خیریه. خیریه، من اینجا به دنیا اومدم، اینجا بزرگ شدم. تو گوشه گوشی اینجا یاد پدرم هست، تو هر اتاقش یه خاطره زنده است. وضعیتمون معلومه علیرضا خان، دست و بالمون خالیه.
4 روز دیگه میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم با خاطره در و پنجره شکممونو سیر کنیم؟ بس خیریه، خواهش میکنم اعصابمو خورد نکن، خورد نکن. کوچیکترا تو هر چیزی دخالت نمی کنن. غذا تو بخور. حرف نمی زنیم چون می ترسیم اگه حرف بزنیم هم دیگر رو ناراحت کنیم. فهمیدم. آفرین. کاش بزرگتران مثل تو درک داشتن. بابا من به خاطر صحبتهای دیشب، یعنی درس امروز حرفاتو خوب حاضر نکردی. منو من میکنی؟ فقط با شوکت نیستم، با همه تونم. تا وقتی من زنده ام دیگه هیچ وقت راجع به کوبیدن این خونه حرف نمیزنی. متوجه شدی؟ متوجه شدیم بابا جون. بابا جون ما داره دیرمون میشه. باشه دخترم. نوشه جان. منم آیاشه رو که رسوندم میرم بازار واسه یه کارم، همون جایی که خواسته بودنم. منم میرم دارو ترجمه، با هم میریم. باشه. بیا عزیزم، بیا دخترم، برین به سلامت. این که آخه دخترم ندارم، سر کنین دیگه. همین کارو میکنیم. به سلامت. خدا به همراهت. خدا فرمانم. مراقب باش دخترم. خدا پشت و پناهت عزیزم. تو اصلا زحمت نکش. دیدی که چطوری حرف زد. تقصیر تو هم هست. انگار که با بچه طرفه. میگم اگه حرفاتون خصوصی من برم. نه. بله. من دیگه میرم. خداحافظ. من میام رد بندازم. نمیخوام. رفتم. به سلامت عزیزم. خداحافظ. همشون رفتن. فقط من و تو موندیم. بیا با هم میز رو جمع کنیم. ناراحتم نایر جون، خیلی تو خونه همه غرغر میکنن. از وقتی اومدیم استانبول یه روز خوش نداشتیم. نمیدونم از آب و هواس یا زندگی، همش غم و غصه داریم. استانبول چه تقصیری داره عزیزم؟ الان همه همینطورن، همه بالاخره یه جور گرفتاری دارن. علیرضا خانم رفته تو خودش، با منم درست و حسابی صحبت نمیکنه. شوکت بچه‌مم که یه روز خوش نداره، نمیتونه راجع به هیچی نظر بده، سنگ رو یخ میشه. ای وای خدا. به خدا همینطوره، هر کاری کنی بالاخره یکی هست کوفتمون کنه. فرخونده رو میگی؟ پس کیو میخواستی بگم؟ کم سختی کشیدیم، برامون آسایش نذاشته که. آخه اون شازده خانوم ما ها رعیتیم، دست به سیاه‌سفید نمیزن. اما دیشب خوب کمک میکرد. ببینو باور نکن، راستش منم باور نکردم. الانم که دیگه ماشین گرفته، اگه تونستی جلوشو بگیر. انگار از وقتی از شکم مادرش اومده بیرون ماشین داشته، همش این ور اون وره، پاش بیفته تا بقالی هم میخواد با ماشین بره. عزیزم چقدر بامزه میگی. اما من خندم نمیگیره نایر جون. به علیرضا خانم که نمیتونم حرف بزنم، اگه یه حرفی بزنم مثل آتش فشان منفجر میشه. میخواد بگه من مقصرم، البته حقم داره. آخه تو چی کار کنی خواهرم؟ شوکت دوستش داشت، تقدیر دیگه. همیشه میگفتم خدا آدمای خوب و نصیبمون میکنه، اما نشو، چشم خوردیم چشم. من اینو قبول دارم. کاش یه تخم مرغ میشکستیم. البته علیرضا خان به اونم ایراد میگیره.
میخوای رفع چشم نظر درست کنیم، از کجا میخواد خبردار بشه؟ چی کار میکنه؟ واسه همین چشم زدن ها دیگه باور کن معجزه میکنه، تو کل خونه میچرخه. وای راست میگی؟ معلومه که راست میگم، هرچی چشم بد دور میشه میره. اگه بتونی که واقعا خیلی خوب میشه. میتونم عزیزم، چرا نتونم؟ صدف اینو ول کن، بودو برو بقالی، بیا عزیزم اینایی که مینویسم و بخر بیار. مامان لطفا منو قاطی این کارا نکن. مگه چیه دختر، ثواب داره، بیا برو بخر. چی لازمه وایستا من پول بدم؟ ای ول کن تو رو خدا، برو دخترم. بگیر عزیزم، اینم بگیر. خب فرخونده میفهمه دارین چی کار میکنین، شر درست میشه. عزیزم اون که خونه نیست، گفتم که سوار ماشین شد و رفت، حالا نزدیک اومدن شوکت که بشه میاد. برو دخترم تا کسی نیومده این کارو تمومش کنی. قرقر نکن دختر، برو. حل میشه. خانوم بدنتون خیلی خسته است. خیلی داغونم، نه له له هم. شما ها اگه بدونین من چیا میکشم تعجب میکنین چطوری زنده هم. منظور اهل خونه نه؟ هرچی باشه جیدا، همه تو یه خونه ایم، خونه پر از آدمه، خونه نیست که، مسافر خونه. خب پس چرا ازشون جدا نمیشین؟ ما که نه، ولی اونا باید برن. شوکت قانع شده، ایشاله خونه رو میدیم واسه ساخت، بالاخره ما هم راحت میشیم. پس دخترها چی میشن؟ اونا مهم نیستن، بالاخره یکی رو پیدا میکنن و میرن. واسه لیلا یکی پیدا شده، اصلا نشنیده بگیری، با عوض دوسته. گفتی با عوض؟ انگار اینا از قبل همدیگر رو میشناختن. عوض اول با نجلا آشنا شد، وقتی دید از اون به جایی نمیرسه الان رفته تو نخ لیلا خانم. چی داری میگی عزیزم؟ مگه همچین چیزی میشه؟ باشه چی نشه، هر دوتاشون مجردن، بعدم عوض موقعیتش خوبه. چی شد جید خانم؟ بس دیگه دردم اومد. بیشتر دقت میکنم. نمیخوام، میرم دوش بگیرم. به خدا من کاری نکردم. بیخیال، فکر کنم اعصاب شکم خورد شد، تو به دل نگیر. پس نجلا نمیدونه که با همیم؟ آره ما که چیزی بینمون نیست، چی میگی؟ عجب، واقعا نیست؟ معلومه که رابطه خاصی نیست، تو قبلا با نجلا بودی؟ با هم نبودیم. اما اونو بوسیدی؟ اینجوری بهت گفته؟ یعنی نبوسیدی؟ ببین من دوست دخترهای زیادی داشتم، اما نجلا مثل اونا نبود. آره نجلا، ما کلن مثل بقیه نیستیم. آره میدونی چیه تو رو خیلی دوست دارم؟ تضاد عجیبی داری، چهرت خیلی معصومه، چشمات مثل چشمای یه دختر بچه شفاف و براقه، و اما موهات وحشیه مثل آتیشه، لبات. وقت سرعتم داره تموم میشه، باید برگردم سر کلاس. به خدا راست میگم نباید درسم عقب بمونم. باشه منم باید برگردم گمرک، داشت یادم میرم. این مال توه. مال من؟ بازش کن. چی میگی اوز؟ برای من هدیه خریدی؟ ببین تازه سر گوشی با هم کنار اومدیم، لطفا بازش کن. این خیلی گرونه، من نمیتونم قبولش کنم. بیا. اوز داری منو معذب میکنی. بیا.
اینو فقط برای من بنداز لطفا. وقتی اینو میندازی بدون که به فکرتم. خیلی ممنونم. این که ناقابله، باور کن لایق بهتر از اینایی. واقعا ممنون، اما من نمیتونم اینو تو خونه بندازم، اگه بابام ببینه خیلی عصبانی میشه. یه لحظه لطفا. دستتون درد نکنه، خیلی زود تمومش کردیم. تمام تلاشمو کردم که آماده بشه. براتون چند تا کار دیگه هم دارم. ممنون، برای منم یه سرگرمی شده. راستی یه سری کار دیگه هم براتون دارم، فقط امیدوارم یه هفته ای تموم شه. حتما، خیلی متشکرم. ما از شما ممنونیم. به حسابداری میگم که دستمزدتون رو پرداخت کنه. باشه. خب جناب، با اجازه، خداحافظ. به سلامت علیرضا خان، ممنون، خوش اومدین. قیمت ها چطوریه؟ بفرمایین، از کدوما میخوای؟ از اونا، گلای سرخ. بفرمایین، نشونه ی عشق فوق‌العاده است. چقدر میشه؟ 115 لیر. بفرمایید. ممنون، روز بخیر. به سلامت. نسوزه، داره دود میکنه. خب باید دود کنه دیگه. استغفرالله. یکی اومد. مامان، فکرت اومد. وای به خدا سکته کردم. مامان چیزی داره میسوزه؟ نه نه چیزی نیست. سلام عزیزم. سلام، اون چیه دستتون؟ هیچی نیست، منو ببین. زود باش بگو اونجا رفتی چی شد. مغازه داره گفت که فقط با من کار میکنه، به جای دیگم قول ندم، پیش پرداختم به هم داد. چقدر خوب شد. شما دارین چی کار میکنی؟ این کارو داریم واسه چشم نظر میکنی. وای ماما، تو رو خدا ول کن. تو رو خدا ساکت، قسم خدا نده. تو این چیزا رو قبول داری؟ واسه چی قبول نداشته باشم؟ چشممون زدن که این بلاها سرمون اومده دیگه. تو خونه همش دعواست. آبجی نگیر، خیلی بامزه ای. نخن نخن، واقعیه. فقط بابام این وضع نباید ببینه. وای تو کارتو بکن خواهر، دعاتو بخون. بخون اینو ولش کن، دعاتو بخون. برو از. چقدر خوش گذشت. آره. به خدا که عالی بود. اگه دلت میخواد بریم یه جایی بشینیم. نه من باید برم، کار دارم. خدافظ. خدافظ. زنگ بزن قرار بذاریم. گوشیت داره زنگ میزنه. فکر کنم جیدا باشه. بفرمایید. منو ببین، میدونم چه غلط هایی کردی. چی؟ نفهمیدم. این که بال لیلا و نجلا خانومی، میدونم باها چی کار کنم. رسیدی. به سلامت عزیزم. میبینم. میشنوی؟ دارم با تو حرف میزنم. عوض نمیشنوی؟ الو چی میگی؟ چی میخوای از جونم؟ شب باید حتما دربارش حرف بزنیم، حلش کنیم. باشه جیدا، حرف بزنیم. دیوونم کرده. سلام. سلام دخترم، حالتون چطوره؟ خیلی خوبم ممنون. تو خونه که مشکلی پیش نیومد؟ نه، مامانم اینا با هم خیلی خوب برخورد کردن. خوبه. اونا هم وضعیت منو درک کردن. ازتون خیلی ممنونم. والا خدا شما رو رسوند. اگه شما نبودین معلوم نبود دیشب چه بلایی سرم میومد. کاری نکردم. خوشحالم که خوبی. بعد از این با خانوادتون زندگی میکنی؟ بله، دنبال کار میگردم. میخوام حسابداری کنم. انشالله خیلی زود بتونم کار پیدا کنم.
پسرم کارمند بانکه، شاید بتونه کمک کنه. اینو نگه میداریم؟ من شماره تلفنتون رو یادداشت کنم. خیلی ممنونم، به خدا خیلی کمک بزرگی. بفرمایید. 538 انگار شما فرشته نجات منین. کاش بتونم کمکی انجام بدم. اینو به من بدین. خب دیگه روزتون روز بخیر. مامان واسمون درد سر میشه. این بو عمرن از این خونه بره بیرون. خب پاشو پنجره رو باز کن دخترم. اینجا هارم. آره خیریه جون، این مال فرخونده است. آه آره، بذار واسه اینم بخونم، ضرر که نداره، یکم اخلاق رفتارش درست شه. فکرت اینو بگیر ببینم. ماه بگیر. علی رضا خانی که واسه ما از آبرو حرف میزنه، خودش داره بیابرویی میکنه، ولی اصلا باور کردنی نیست. تازه به زنه گلم داد. چه رومانتیک. وای عجیم عجیلا تر عجیم. بلا به خدا عصبانی میشم. عجیم عجیم. این خونه بوی گند میده. کی اومدش؟ چی شده؟ گفتم چی شده؟ تو اتاق من چی کار داشتی؟ داشتیم جمع و جور میکردیم. آره. این چیه؟ بلوز منه؟ یکی به من بگه اینجا چه خبره لطفاً. هیچ خبری نیست. همتون دست به یکی کردین منو جادو کنی؟ این دیگه چیه؟ جادو چیه عزیزم؟ چی داری میگی؟ گناهه؟ خجالت نمیکشین زنایی به این گندگی؟ فرخنده مؤدب باش. نمیبینی کیا جلوتن؟ آره دارم میبینم، دوتا زن گنده. درست صحبت کن. زیر سر شماست نه؟ اصلا انتظار نداشتم مامان. به جای این کارا بریم به شوهرتون برسین. چند دقیقه پیش دیدمش، خودم دیدم داشت به یه زن گل میداد. خیریه؟ چی شده؟ بچه ها، به قدیما، یعنی زمان شاه قدیم، میدونین با جادوگرا چی کار میکردن؟ من جادو مادو نمیکردم صد بار. دستت درد نکنه. چرا جلوی بچه ها منو دست میندازی؟ مخصوصا تو فکرت، از تو اصلا انتظار نداشتم. بابا جون به خدا من ناچار شدم، اما من کمکی بهشون نکردم، باور کنین. تازه به مجرما من هشدار داده بودم که این کارو نکنین. فکرت به خدا به حسابت میرسم. آی مامانم اذیت نکنین دیگه. آی نخندین دیگه، اعصابم خرد شد. نمیخوام هی جلوی بچه ها بگم. بگو لطفاً.
باشه. شما علیرضا خان. بفرمایید خیریه خانم. شما خودتونم مجرمی. چی عزیزم؟ نخندیم. شما واسه چی به یه خانمی که توی خیابون دیدینش و اصلا نمیشناختینش کمک کردین؟ وای 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 دارم میترکم. مامان قبول کن حسودی کردی. نه خیر، من دارم قضیه رو میپرسم. خب من که داشتم دو ساعت قضیه رو تعریف میکردم، اما وقتی شما درگیر جادو جنبر و اینا بودین قضیه به جاهای دیگه کشیده شد، نتونستم حرفامو خدمتتون عرض کنم. یعنی تا یه شب رفتی بیرون یه دفعه سوپرمن شدی و برگشتی؟ آره؟ بابام سوپرمنه. وای خدا مردم از خنده. امشب همتون خیلی خوشحالین. منم میخوام خوشحال باشم. خب حرفاتون رو ادامه بدین تا منم بخندم. راستش شادی امشبمونو مدیون شما هستیم فرخنده خانم. خیلی ممنون، سناریوی شما شبمونو شاد کرد. تبریک میگم، خیال پردازیتون خیلی خوبه. من میرم باز کنم. خیر باشه ایشالله. اول بپرس کیه بعد باز کن. کیه؟ منم. خاله نیره. مامانت کجاست؟ داخله، بفرمایید تو خاله جون. خیریه جون. چی شده؟ خیر باشه. خیلی میبخشین، شمارم این وقت شب اذیت کردم. خواهش میکنم بگو چی شده؟ چند دقیقه پیش خبر دادن یکی از اقوام تو آداپازار فوت شده. تسلیت میگم. بیاین بشینی. نه نمیمونم، باید به قطار برسم، میرم آداپازار. خیلی جوان بود بیچاره، 3 تا بچه داشت. ای وای خدایا. صدف خونه تنهاست، اگه زحمتی نیست یه سری بهش بزنین. باشه فکرت. حتما آبجی نیر، نگران نباشی. خب می اومد اینجا؟ گفتم اما قبول نکرد. خب دیگه من برم، بعد از مراسم ختم بر می گردم انشالله. ایوا تو رو خدا نیا زحمت نکش. مگه میشه؟ من دیگه میرم، خداحافظ. من راتو میندازم خاله. میخوای من با ماشین تا ایسکا برسونمتون؟ ممنون پسرم، تاکسی دمه در منتظره. خب دیگه خداحافظ. برو، اصلا نگران نباش، به سلامت خواهرم. زنگ بزنم دختره بیاد تنها نمونه. بشی مامان من زنگ زنم. آره بزن عزیزم. ای خدا جوون بودا، حیف شد، خدا رحمتش کنه. الو صدف، تسلیت میگم، مامان تلان گفت اومدش اونجا؟ از دست این مامانا. بگو پاشه بیاد اینجا. مامانم میگه صدف تنها نمونه، بیاد اینجا. نه نه اصلا نمیشه. برای چی؟ آخه خوب نمیشه دیگه، شما خودتون زیادین. تو اتاق ما میمونی، جا که هست. لطفا اصرار نکن، ممنونم اما نمیام، خونتون نمیمونم. میرم دنبالش. شوکت چیزی گفت؟ آره میگه میام دنبالت. نه ممنونم. لیلا اگه نمیخواد نه یا دخترم اصرار نکنی. باشه هر جور دوست داری. ببین اگه ترسیدی زنگ بزنی. میبوسمت. نه ایماد. واسه چی این دختر اینجوری کرد؟ تک و تنها نگرانش میشم. گفت نمیام، چه میدونم. اگه اون نمیاد شما برین، اونجا بمونین. ما بریم؟ ما. آره. خیریه خانم اجازه میدی؟ آخه نمیدونم که، اگه صدف میومد اینجا خیلی بهتر. مامان خب بذار بریم دیگه. بعد از 10 بابا یه اجازه ای داده، تو رو خدا. باش. اما من میام کنترلتون میکنم. خیلی خب بابا بیا. یعنی اگه دلت میخواد تو هم بیا. فرخنده وقتی گفت با لیلا دوست شدی آمپر چسبوندم. تو با اون عقب مونده ها چی کار داری؟ حقیقت نداره مگه نه؟ اوز منو باش.
جیدا خیلی خوشگلی، دلمو میبری، اما داری دیوونه میکنی. تو چه مرگت شده؟ فکر میکنی افتادم دنبالت؟ من یه مارم که تو اونو از تو سوراخش کشوندی بیرون. اگه تو به من گیر ندی خیلی خوب میشه. نمیخوای برگردی تو سوراخت؟ آروم، من هر وقت که دلم بخواد میام پیشت. راحتم بذار، من حالتو میگیرم. اوز جیدا، منو ببین، برو، واسه خودت میگم. یه وقت شوهرت میاد میبینه نیستی، پیدات میکنه، اون وقت خدا میدونه چی میشه. میفرستمت همون آشغال دونی که بودی، بدبختت میکنم. دیگه هیچ کس نمیتونه منو بیرونم کنه. حتی تو، فهمیدی؟ حالا میبینیم. حتی تو. وای خیلی خوششانسه ها. بیا بردم. ای بابا، وای چقدر خوب شد. بابا چجوری اجازه داد؟ عجیبه. نمیدونم، به فکرم هم نرسیده بود. اولین باره، فکر کن واسه اولین باره شبیه جا بیرون از خونه ایم. خدا کنه برای سال تحویلم بذاره با بچه های دانشگاه بره. نه بابا، بی خودی دلتو خوش نکن. خنده جنبالی سر سفره از همه بلندتر بود. چی میگه عزیزم؟ آره، شما رو خندوندم. چه خوب این خانواده اخمو خندیدنم بلد بودن. خیلی زشته. بریم تو اتاق. هنوز زوده. نگفتم که بریم بخوابیم. بازم آبجیمه. ای بابا، ای بابا، حالا هی تون تون میخواد زنگ بزنه. مامان جون. ایوا خاله نایه رسیده. نگران نباش مامان جون، نه تنها نیستم، لیلا و نجلا اینجا. باشه، سلام برسون. سلام منم برسون. اونا هم سلام میرسونن. باشه مامان جون، باشه، مراقب خودت باش. ختمشون کی هست؟ باشه مامان جون، میبینمت. به همه سلام برسون، میبوسمت. تلفن مشغول بوده؟ آبجی فکر کرد به موبایل زنگ زده؟ او زنگ زده. وا، واسه چی؟ الو، چطوری؟ خوبم، تو چی؟ میتونی راحت حرف بزنی؟ معلومه، خونه نیستم. پس کجایی؟ با نجلا خونه صدفیناییم. مامانش واسه ختم رفته آداپازار، ما هم امشب اومدیم اینجا پیشش. اوه، سه تا دختر تنها. آره، صدفینا خونه روبروی شما بودن. آره آره. خب بیام دنبالتون بریم یه دوری بزنیم. نمیشه بابا، چی میگی؟ میریم گردش دیگه، واسه اولین بار شب میبرمت بیرون. نه لطفا اصرار نکن. اما خیلی دلم برات تنگ شده، عطر تو حس میکنم. منم گردم بعدم انداختم. خیلی شیرینی لیلا. بیا دیگه، میخوایم بازی کنی. صدام میزنن، باید قطع کنم. لیلا، دارم میام اونجا. وای اصلا، خواهش میکنم منو تو درد سر ننداز. تو کجایی؟ تو هم برو خونه، فردا کار داری. والا چی بگم، شب بلنده، منم که اصلا خوابم نمیاد. لیلا، خب دیگه میبوسمت، خدافظ. یکی دیگه؟ اوز بود. لیلا تو چقدر عجیبی، چطوری میری با دوست پسر سابق خواهرت؟
واسه اون که اصلا مهم نیست. مگه غیر از اینه نجلا؟ هنوز شروع نشده تموم کرد. آره، اوز اصلا برای من مهم نیست. مگه نمیدونی امو علی رضا از این پسر خوشش نمیاد؟ اگه تو هم قطع رابطه کنی خیلی خوب میشه. بازی میکنین یا نه؟ وگرنه من میرم میخوابم. آره راستش منم دیگه خوابم گرفته. خودتون میدونین هر وقت بخواین میخوابیم. خب پس بریم بخوابیم. هممون یه جا میخوابیم. آره چیه؟ نکنه میترسی؟ نه، تو اتاق مامانم میخوابیم. کجایی؟ باورم نمیشه. چرت و پرت نگو. خواب بودم. یعنی خوابیدیم. باش اومدم. تو انگار زده به سر تو. اگه کسی ببینه چی؟ اگه اینجوری سوار ماشین شد. از دیوونه شدی؟ منو تو درد سر میندازی. سوار ماشین شو. ببین بوق میزنم و قسم میخورم همه رو بیدار میکنم. خوش اومدی. تو مشروب خوردی؟ تو هم میخوای؟ نه بابا،